و اما چندی پیشعکسی از تعدادی دانشجوی دختر با لباس فارغ التحصیلی و بدون حجاب روبروی سردر دانشگاه تهران در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، هرچند که مشخص نشد این عکس چقدر واقعیت داره، اما گروه‌هایی از داخل حکومت در واکنش به اون عکسی مشابه با حجاب کامل منتشر کردن. کار برای شبکه‌های اجتماعی هم به این تصاویر واکنش نشون دادن. نوشین خانی اینجاست تا نگاهی کنه به این. یا وقتی عکس اول منتشر شد خیلی کاربرها در شبکه‌های اجتماعی ازش استقبال کردن، اما در پی اون انتشار عکس دوم واکنش‌های گسترده‌تری رو به همراه داشت. به طور کلی کاربرها انتشار عکس دوم رو روش عجیب برای مقابله به مثل توصیف می‌کنن و معتقدن بسیار رفتار کودکانه و حقیری بوده. بریم یک بخشی از این واکنش‌ها رو با هم مرور کنیم. تصویر تعدادی زن با چادر پس از انتشار عکس دختران بدون حجاب و با لباس فارغ التحصیلی مقابل دانشگاه تهران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. گروهی از زنان در واکنش به عکس بی‌حجاب دختران، تصویری در همان موقعیت و با حالتی یکسان با چادر مشکی، روسری و ماسک قرمز منتشر کردند. گروهی از کاربران با هشتگ نه به حجاب اجباری و حجاب اختیاری به این اتفاق واکنش نشون دادند. سعید دهقان وکیل دادگستری نوشته این فقط یک صف‌کشی ساده از سوی چند زن چادری علیه چند زن ایرانی بدون روسری مقابل دانشگاه تهران نیست. این وزن‌کشی سیاسی حکومتی است که با تجهیزات و تبلیغات از جیب مردم به جنگ با آزادی‌های طبیعی مردم میره. دهقان در آخر میگه این تحمیل و تحقیر رو خودمون انتخاب نکردیم. محمد مساعد روزنامه نگار هم نوشته گروه دوم یعنی کسانی که با چادر عکس گرفتند برنامه ریزی کرده، دکوپاش چیده، دوربین برده و هزینه کرده فقط برای اینکه حق طبیعی گروه اول در انتخاب لباسش رو به کلی منکر بشه. واضحه که این انتخاب سبک زندگی نیست، انتخاب سرکوب سبک زندگی دیگرانه. هیچ کس نمیتونه همزمان حامی حقوق سرکوبگر و سرکوب شده باشه. گروهی از کاربران به این موضوع اشاره می‌کنند که این اتفاق دنباله اعتراض به حجاب اجباری و دختران خیابان انقلابه. مانند این کاربر که میگه این عکس در حکم تایید همون حرکت دختران خیابان انقلابه، حرکتی انقلابی درست روبروی اولین دانشگاه ایران. خوشحالم که درصد زنانی که حجاب نمیذارن هر روز بیشتر میشه. حکومت ایران باید زنان رو با حجاب اختیاری بپذیره. بسیاری از کاربرها به عدم پذیرش حجاب اختیاری از سوی حکومت ایران اشاره می کنند. میلاد که روزنامه نگارم هست نوشته هیچ کس به تصویر سمت چپ یعنی تصویر دختران با چادر نمی خندید، اگه به تصویر سمت راست یعنی تصویر دختران بی حجاب احترام می زاشتین. اگه به جای 40 سال اجبار، زورگویی، نگاه ایدئولوژیک و تلاش برای حذف مخالف به اختلاف سلیقه و تفاوت‌های فرهنگی تن می دادین. در آخر هم میگه خاکریز هاتون پی در پی در حال سقوطه، البته اگه بفهمین. کاربر دیگه هم با انتشار عکس دختران با چادر میگه یه وقتایی از چادری بودن خودم خجالت میکشم، کاش قبل از انجام این حرکت یکم از مغزتون کمک میگرفتین. و در نهایت هم کاربری نوشت حالا تو به پشتوانه قانون استبدادی حجاب اجباری برو جلوی در دانشگاه عکس با چادر بنداز، ولی مهم اینه که تو همین مملکت اون خانوما چند روز پیش اون مدلی عکس گرفتن که دلشون خواسته، با وجود همون ونهای سبز، با وجود مزدورهایی مثل تو که 43 سال خواستین این دستمالو به زور از روی پیشونی زنان این مملکت روی ابروهاشون بکشین و نشد که نشد. اما در پایان این بخش هم ویدیویی ببینیم از یک مراسم در روز 13 آبان سالگرد اشغال سفارت سابق امریکا در ایران. در این ویدیو که به دست ایران اینترنشنال رسیده یک روحانی در حالی که قصد داره زنگ استکبار ستیزی رو به صدا در بیاره پس از زدن ضربه چکش در دستش میشکنه. ببینیم. زنگ استکبار ستیزی رو به صدا در می آوریم. همه با هم سلامتی امام زمان صلوات. راه‌های ارتباطی ما رو هم در زیر صفحه میتونین ببینین. پیام‌های صوتی و تصویری خودتون رو همیشه میتونین از طریق واتساپ، تلگرام و سیگنال به شماره زیر صفحه ارسال کنین. در ادامه برمیگردم به پویا. ممنونم از نوشین.